داستان‌های خیلی زیادی وجود داره که یک سری خلافکار یک کار خلافی رو انجام میدن و از دست پلیس فرار میکنن و پلیس هم نمیتونه بگیرتشون. اینجور داستان ها خیلی جالبه و فیلم هم ازش درست میکنن. اما همه خلافکارها اینجوری نیستن، بیشترشون گیر میافتن، ولی یک سری دیگه هم هستن که واقعا احمقن و همین حماقت اونها باعث شده که داستان اونها جالب باشه و بازم ازش فیلم درست کنن. برای شنیدن داستان یکی از این خلافکارای احمق بایستی بریم آفریقای جنوبی. یکی از اهالی جوهانسبورگ میره تو خونش و میبینه همه چی به هم ریخته است. نمیفهمه چرا، ولی میبینه یک سری از وسایلش هم نیست. همون موقع زنگ میزنه به پلیس که خونم دزد اومده. پلیس ها میان تو خونه که بفهمن چه خبره. پلیس برای اینکه داستانو صورت جلسه کنه، روی یک کاناپه تو خونه نشست و به صابخونه گفت تعریف کن ببینیم چی شده. صابخونه هم اومد روبروش روی یک صندلی نشست، غافل از اینکه دزد زیر کاناپه قایم شده که یه دفعه صابخونه میبینتش و به پلیس میگه یه نفر اون زیره. پلیسا اونو میکشن بیرون و میگن اینجا چی کار میکنی؟ میگه هیچی، اومده بودم دزدی. داشتم آروم آروم چیزای قیمتی رو میبردن تو ماشینم که یه دفعه صابخونه اومد. منم رفتم زیر مبل قایم شدم. فکر کردم وقتی اوضاع خلوت میشه میتونم در برم. در سال 2014 یک زن و شوهر پیر انگلیسی از مسافرت برمیگردن خونه شون. اولین چیزی که دیدن جعبه پست بود. دیدن اه، یک نامه هم توش نیست. با اینکه این همه مدت نبودن باید کلی نامه باشه. میرن تو خونه میبینن به به، همه چی تمیز و مرتبه. میرن تو آشپزخونه هم میبینن همه چی برق میزنه. تو ماشین رخشویی هم یه مقدار لباس داره میشوره. میرن تو اتاق خوابشون میبینن یک نفر خوابیده و بد جوری هم داره خورخور میکنه. زن شوهری سر و صدا ایجاد نکردن که این آقا بیدار نشه. رفتن بیرون از اتاق و زنگ زدن پلیس. این آقایی که رو تخت خوابیده بود لوکس چونگاوسکی 28 ساله بود که هفته ها تو این خونه زندگی میکرد. خیلی هم با سلیقه بوده، همه چی برق میزده. همسایه ها دیده بودن که یک جوون تو این خونه رفته آمد داره. اصلا فکر نمیکردن که این همینطوری رفته بوده تو این خونه. فکر میکردن که این نوه اون پیرمرد پیرزنه. وقتی این آقا دستگیر شد، پلیس به این زوج گفت بیاین کلانتری شکایت نامتون رو تنظیم کنیم. اونها گفتن ما هیچ شکایتی نداریم، خیلی هم ممنونیم، خونمون رو مثل گل تمیز کرده. برای همین به زندان نرفت، فقط محکوم بود که 2 سال از لندن بیرون نره و 200 پوند هم جریمش کرد. لوکس با اینکه کار احمقانه ای کرده بود و رفته بود تو خونه مردم زندگی میکرد، اما بچه بدی نبود. به زندگی مردم صدمه که نزده بود هیچی، همه چی رم تر و تمیز کرده بود. اما همه خلافکارها اینطوری خوب نیستن. در سال 2012 یک زوج استرالیایی برای تفریح میرن سی ورلد، دنیای آبی. اما این دوتا موقعی به سی ورلد رفتن که سی ورلد بسته بود چون نیمه های شب بود. این زن و شوهر که کلشون هم گرم بوده، هر خرابکاری که بگی تو این سی ورلد در میاره. با کپسول آتش نشانی میرن تو استخر دلفینا، بعد سوار کپسول میشن، شیرشو تا تب باز میکنن که تو آب حرکت کنه و اینا رو هم با خودش ببره. تمام استخر رو به گن میکشن. دلفینا هم همینجوری مونده بودن، میگفتن تالا همچین چیزی نداشتیم ما. اونها همه گنکاریاشون رو میکنن و آخر سرم از یک پنگوئن خوششون میاد، اونم با خودشون میبرن خونه. پنگوئن بیچاره رو میبرن خونه و میبینن که نمیتونن نگهش دارن. پنگوئن یک جای به خصوصی میخواد، باید سرد باشه. برای همین گفتن بریم ولش کنیم تو رودخونه. این دوتا به قدری مغزشون یه جورایی بوده، پنگوئن رو بغل میکنن که ببرن بندازن تو رودخونه. مردم عادی میبینن یک پنگوئن بغل ایناست، یک چیزی که اصلا امکان نداره. برای همین زنگ میزنن پلیس. پلیس هم میاد اینا رو میگیره و متوجه میشن اینا همونایی هن که موقع تعطیلی رفته بودن سی ورلد. اما نتونستن ثابت کنن که شما استخر دلفینا رو به گند کشیدی و کلی ضرر زدی به سی ورلد.
هرچی گفتن اینا گفتن ما نکردیم، ما فقط این پنگوئن رو برداشتیم رفتیم. دادگاه فقط $1,000 اونا رو جریمه کرد، اونم به خاطر حیوان آزاری، نه به خاطر استخر دلفین، به خاطر این پنگوئن. یک دزد ناشی که تو خیابون داشته راه میرفته میبینه یک ماشین دوتا پنجره عقبش بازه. آروم آروم نزدیک ماشین میشه ببینه توش چیه. میبینه یک کیسه بزرگ توشه که درش بسته است. اونو برمیداره و در میره. اما نمیدونست که صاحب این ماشین یک نگهدارنده انواع ماره و این کیسه هم پر ماره. پنجره رو هم باز گذاشته که اینا نفس بکشن. این آقا یک کیسه پر مار رو برداشت رفت. مارهایی هم که تو کیسه بودن همه سمی و خطرناک. به احتمال زیاد وقتی در کیسه رو باز کرده یک دونه از مارها بهش حمله کرده و اونم کیسه رو بل کرده رفته، چون بعدش تمام این مارها یکی یکی اون طرف این طرف پیدا می شدن. اینجا هم سیدنی و استرالیا بود، جایی که مار سمی پیدا میشه. از استرالیا بریم اون سر دنیا، کانادا. در سال 2004 در شهر وینپگ کانادا خونه شخصی به نام کریستوفر یه روز قبل از کریسمس بهش دستبرد زده میشه. دزدا تمام خونه رو خالی میکنن، حتی خوراکیاش هم میبرن. کریستوفر خیلی ناراحت شد، میبینه خونه رو خالی کردن، ولی میگه اب نداره، من خودم وسایل رو جور میکنم، چون سمساری داشته. سمساری که میدونید همه جور وسایل دست دوم میفروشه. کریستوفر میره سر کارش، یه دفعه میبینه 3 نفر اومدن با کلی وسایل که میخوان بفروشن. کریستوفر میبینه اه همه وسایل خودشه، زنگ میزنه پلیس. اونها موقعی که فهمیدن کریستوفر به پلیس زنگ زده پا گذاشتن به فرار، اما پلیس ردشونو گره و دستگیر شدن. این احمق‌ها هر 3 تاشون جوان بودن، 18-19 ساله، و دادگاه هم به خاطر اینکه اینا جوان بودن و اولین بارشون بوده بهشون فقط 3 ماه زندانی میده. اینا جوان بودن. بریم سراغ یک احمق‌تر. یک جوان 20 ساله در ایالت واشنگتن آمریکا به خاطر مشروب خوردن زیر سن دستگیر میشه، چون میدونید که در آمریکا زیر 21 سال نمیتونی مشروب بخوری. اونو فرداش ولش کردن، ولی وقتی رفتش توی دوربینای مداربسته دیدن زیر درخت کریسمسی که تو اداره پلیس زده بودن پر از کادوهای مختلف بوده که برای کارکنان پاسگاه بوده. تو دوربین میبینن که این آقا همه جعبه ها رو باز میکنه که ببینه توش چیه. وقتی میبینه توی جعبه ها هیچ چیز با ارزشی نبوده و فقط شکلات از این چیزا بوده در میره. این آقا بعد از اینکه از اداره پلیس در میره هنوز کارش تموم نشده، چون تو جیباش 1 تومن 1 سنتی هم نداشته و پول لازم داشته. برای همین وارد یک فروشگاه بزرگ میشه و تصمیم میگیره صندوق اونا رو بزنه. ولی اینجا وسط ایالت واشنگتن آمریکا بود و اسلحه کم پیدا نمیشه. رفت به صندوقدار گفت هرچی پول داری بده. صندوقدارم دست کرد اون زیر یک شاتگان در آورد و بهش گفت از جلوی چشم دور شو. تصویرش تو دوربین فروشگاه وجود داشت و پلیس‌ها هم به راحتی میگیرنش. در سال 2015 در کلگری کانادا یک خانوم به پلیس زنگ میزنه و میگه خونمو دزد زده. پلیس‌ها میان میبینن همه چی ریخته با ریخته است، شیشه پنجره هم شکسته. در حین اینکه پلیس‌ها داشتن گزارش تهیه میکردن، پدر این خانوم به این خانوم زنگ میزنه. این خانوم به فرانسوی شروع میکنه با پدرش صحبت کردن. چون پلیسا انگلیسی زبان بودن، خانومه فکر میکنه که اونا نمیفهمن. برای همین به باباش میگه یک صحنه دزدی درست کردم که از بیمه پول بگیرم. اما غافل از این که یکی از افسرهای پلیس فرانسوی بلده، برمیگرده به خانوم میگه هم به پلیس دروغ میگی هم به شرکت بیمه، و خانوم به خاطر این کار دستگیر میشه. در سال 2011 یک جوان 25 ساله به نام ولیلی پورتلاک تصمیم گرفتش که پولدار بشه. برای همین ماشینشو عین ماشین پلیس درست کرد. پیش خودش گفت این بهترین راه پول در آوردنه. با ماشین پلیس میرم، مردمو میزنم کنار، بعد ازشون پول میگیرم.
این آقا با ماشین پلیسی که ساخته بود راه افتاد تو خیابون و اولین ماشین یک ون رو زد کنار. اما این ونی که دوستمون زد کنار ماشین پلیس تجسس جنایی بود. دوستمون به کاهدون زده بود. ون اداره تجسس پلیس رو خبر کرد و خودش به تعقیب این پرداخت تا پلیس‌ها برسن و بگیرنش و دستگیر شد برای جعل عنوان پلیس. چه خلافکاری باهوشی. بریم یکی دیگه شون رو بشناسیم. یک بادیگارد کلوپ شبانه که معمولاً هم هیکلای درشی دارن میخواد بره تو ماشینش سوارشه بره سر کار. میبینه پنجره ماشین شکسته و گواهی نامه رانندگیشو که تو ماشین جا گذاشته رو دزدیدن. خیلی ناراحت میشه و میگه باید برم دنبال المسلنا. میره شیشه ماشینشو میندازه و میره سر کارش. گفتیم که این آقا بادیگارد کلوپ شبانه بود. بادیگارد کلوپ شبانه هم کارش اینه که کارت شناسایی کسانی که میخوان وارد بشن رو ببینه و همینطور مواظب امنیت اونجا باشه. اون با کمال تعجب میبینه که یه نفر میخواد وارد بشه. بعد گواهی نامه خود اینو داره بهش نشون میده. همونی که از تو ماشین دزدیده بودم. یک مش نثار طرف میکنه و نگرش میداره تا پلیس بیاد. این آقا این سرقت رو انجام داده بوده که بتونه باهاش بیاد توی این کلوب. چون سن خودش زیر 21 سال بود و نمیتونست وارد بشه. در سال 2017 یکی از پلیس‌های سانتا روزای کالیفرنیا توی فیسبوک می‌نویسه که کسانی که مواد مخدر می‌خرن حواسشون باشه که ترازوی فروشنده‌ها درست نیست و کم فروشی می‌کنن. اگر می‌خواین از ترازو مطمئن بشین بیاین اداره پلیس براتون وزن می‌کنین. باورتون میشه اصلا که چند نفر مراجعه میکنن و با خودشون انواع مواد مخدر میارن که وزن کنن و همشونو میگیرن؟ عجیبه ها، چه احمقایی پیدا میشه. لطفاً نظر بدید، برای ما بنویسید که کدوم یکی از اینها از همه احمق‌تر بود. نسخه انگلیسیش هم در آخر ویدیو میذارن که اگر دوست دارید ببینید.